مانده نباشین فضل خان. گل بی بی تو هم مانده نشی. آباد باشی مرزا صاحب. مرزا صاحب چی تو عره را دست گرفتی؟ مثل که شاخهای خشک درخت عره کردی چی تو؟ اما در خو معلم میشه چرا که زیر هر درخت شاخه های عره شده افتیدم. مرزا صاحب ایت نشه که از خاطر آمدن ما از کار خود نمانین. نه گل بی بی خوار هر وقت بیاین. من هم از بیکاری عره را گرفتم که اگان شاخهای خشک درخت ها را عره کنم. خوب شد که شما آمدین. ای نازی کرده دیگه چی بهتر؟ یک چند دقیقه میشینیم مجلس میکنیم و گپ میزنیم. مرزا صاحب ما خو برای شنیدن گپ ها و مجلس خودت آمدیم. ازی کرده دیگه گپ خوب در کجاست؟ بشینین. چرا کلتان استاد هستین؟ طور پیکه بشینین. اینه مرزا صاحب ششتم. مرزا صاحب اینه انتخاباتم بخیر نزدیک شد. مگم خدا میدانه که ما را کسی برای دادن بانه یا نی؟ گل بی بی خوار ما میفهمم که بعض خانواده هستن که اجازه نمیتن زنها را که در رای دادن و در انتخابات اشتراک کنن. با این گپ ما خوب میفهمم که با وجود مشکلات امنیتی یک مشکل کلان همی هم است که خانواده خودشان نمیخواهند که اشتراک کنن سیاسترهایشان. مرزا صاحب بعضی مشکلات فرهنگی و اقتصادی هم وجود داره که از خاطر امی گپا زنها بی خبر میمانن و با مشکل روبرو میشن. راستی هم که زنها مشکل اقتصادی دارن. جامعه ما و شما یک جامعه بسیار پسمانده است و به خصوص از علم و دانش بسیار دور و محروم هستن. اینه من که تون خانه خود میبینم بسیار زنها در ایش بیسواد هستن. طور پیکایی در هر جامعه نصف نفوذشان زنها است و اگر اینا بیسواد نگاه شوند ای به این مانا که نصف جامعه از علم و سواد محروم هستن. گل بی بی خوار گپای پر از گلی تو بجای است. بسیاری زنا از حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خود دور نگاه شدن و این حقوق حقوقی است که دین مقدس اسلام برشان داده. مگم بعض مردم ایره قبول نمی کنن دیگه. مرزا صاحب بعض مردم است که و بسیار جنجالا با زنای خود اجازه میتن که کارت بگیرن. طور پی کای خوار مگم بازم برشان اجازه رای دادن نمیتن. ما به این قسم مردم میگم که ای برادرها به خوارها و مادرها اجازه بتین که به کسی که باور دارن که میتونن برشان خدمت کنه برازو رای بتن. بعض مردم اتو فکر میکنن که زنها فقط برای کارهای خانه است. خیلی اگر راستی هم زن فقط برای کارهای خانه پیدا شده باش چرا بی بی های اسلام تجارت میکردن؟ گل بی بی خوار تو خو بازم خوب هستی؟ کم و زیاد معلومات داری. مگم طور پیکای خوار تو بسیار متوجه گپای ما باش، چرا که برای تو بسیار خوب است که بفهمی گپا را. مرزا صاحب با گپای شما خوب گوش گرفتیم. طور پیکای مثل که گل بی بی خوار گفت بی بی های اسلام هم همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تجارت میکردن و در امور سیاسی و فرهنگی همه سمه گرفتن. ایخو حقیقت است که دین مقدس اسلام بر زنها و حقوقشان بسیار زیاد احترام دارن و حتی از مردا کدام برش احترام زیاد دارن. فضل خان چطور خواد شد و تا چی وقتی رقم خواد بود؟ در برابر نافامی باید زنها همراه برادرها یک جای مبارزه کنن تا که تمام حقوق خود که اسلام بر زنها داده به دست بیارن و این کامیابی او وقت به دست میاید که زنا عملا مبارزه کنند. خی مرزا صاحب یک زن بیسواد مسلمه واره چی خواهد کرد؟ گوش کو طور پیکای اشتراک در انتخابات خودش یک مبارزه و حق مرد و زن است. اگر یک زن بیسواد باشه یا باسواد باید در انتخابات اشتراک کنه و اگر چیز دیگه نتانه رای دادن خوب به هیچ کدام سواد ضرورت نداره. این مکلفیت خود اخ بجا کنن. مرزا صاحب به ما خود کل کامیابی دمی رای دادن معلوم میشه به خاطر که رای امی مردم است که نماینده را به کامیابی میرسانه. پس اگر به تو کس رای داده شوه که سبا روز خواسته ها و آوازهای ما را به گوش های دولت برسانه باز خود هیچ کدام مشکلی باقی نمیمانه. خیلی قانون دوباره زنا چی گفته؟ گوش کو طور پیکای قانون اساسی ما برای زنها برابر با ارشادات اسلامی حقوق داده
که از او جمله حقوق یکی هم رای دادن است و خود کاندید کردن هم حق قانونی زن هاست که این حقشانه کس گرفته و تلف کرده نمیتانه. فضل خان، در قانون گفته شده که هر فرد میتانه که رای بده و خود کاندید کنه. دیگه هر فرد که گفته شده ای به این ماناست که اگر زن باشه یا مرد که به شرایط و قانون برابر باشه، یعنی که 18 ساله شده باشه، این شرط خوب برای رای دادن است و برای کاندید شدن هم شرایطی وجود دارند که باز به بنیاد همین قانون زنا میتونند که خود به ارگان ها و چوکی های انتخابی دولت کاندید کنند. مرزا صاحب، اگر ببینیم بسیار زنا بر اشتراک در شورای ملی ولسی جرگه خود کاندید کردند. گل بیبی، بعد از 5 سال ای بار دوم است که این قسم انتخابات میشه و راستی هم که بسیاری خورا برادرای ما خود کاندید کردن و کوشش و کار میکنن. راست گفتی، در جای اکسای بسیار کلان کلانه کاندیدان اویزان شدن. همه تو پیش هم زنا خود کاندید کرده بودن و زیادشان کامیاب هم شدن که این از خدمتشان 5 سال تیر شد. گل بیبی خوار، همی کاندید شدن و رای دادن خودش در مقابل وطن یک رای دینی، ملی و قانونی است و هر کس که این را عمل کرد مکلفیت خود ادا کرد و خدمت کرد. مرزا صاحب، اتر گپ زدی که آلی ما مجبور هستم که کارت بگیرم. دیگه طور پیکای، اگر میخوایی که گردنت با وطن خلاص باشه و مکلفیت خود در برابر وطن ادا کرده باشی، باید زودتر کارت بگیری و در انتخابات شرکت کنی. اگر نه کارت گرفتنتان باز بیفایده خواهد بود. فضل خان، ما خو پیش کارت گرفتیم، مگر از پیشم گم شدم، حال دیگه کارت میگیرم. بیخی صحیح است طور پیکای، کسی که کارت نگرفته باشه و یا کسی که سابق کارت گرفته باشه و کارت خود گم کرده باشه، برای اونا هم کارت نو میته و کسی که تا روز رایدهی به عمر 18 سالگی میرسه برای اونا هم کارت میته. طور پیکای، کارت سابقه را بپال که پیدا شوه خوب است. اگر باز پیدا نشد کارت دیگه بگی، به خاطر که با کارت سابقه هم رای داده میتونی. صحیح است، اما قسم میکنم اگر کارتم پیدا نشد باز کارت دیگه میگیرم و در انتخابات ادمان شرکت میکنم و گردن خود آزاد میسازم. طور پیکای، خوب شد که خودت گفتی. اگر نه ما بر تال میگفتم که در انتخابات ولسی جرگه که در پیشوری داریم حتما اشتراک کنی. مرزا صاحب، خدا ایمان نصیبت کنه، بسیار خوب گپ آزدی. راست میگی گل بیبی، هر گپش هم مثل سیب شیرین و خوشمزه است. فضل خان، حاجت صد و صلاح نیست دیگه. او دفعه دیگه هم براتون گفته بودم که ای باغ و میوه باغ کلش در خدمت شماست و از شماست. بیاین بخورین و برای اولادایتان هم ببرین. ما خویار رو نمیفروشم، خواست برامی نگاش کردیم که مردم قریه بخورن، خدا ثوابش بر ما خواد داد. مرزا صاحب، اگر ما بگوییم یا نگوییم خداوند برات اجر جمعیتا. ما میفهمم که اولادایتان در خانه تنها ماندین، برین و برای اولادایتان هم میوه بکنین و ببرین برش. باز اگر میرفتین هم بخیر، برین دیگه، پیشوریتان خوبی.